منشور بازتاب کلی، اسم آشناییه نه؟ یکی از تمرین کتاب درسی سال اول دبیرستان. ببین بچه‌ها، منشورها رو که وقتی ما ساختیم دو تا کار قرار بود برای ما انجام بدن. چیا بود؟ یکی این که بیاد مسیر پرتاب‌ها رو تغییر بده. کار دومش هم این بود که نور رو تجزیه کنه. حالا من میخوام در این قسمت چند تا مثال براتون حل کنم. ببینیم با یه منشور تا چند درجه میتونیم مسیر پرتاب‌های نور رو تغییر بدیم. البته با دقت به حل سوال توجه کنید. در شکل زیر زاویه حد منشورها 42 درجه است. مسیر تقریبی پرتوها را کامل کنید. ببینید بچه ها، وقتی که نور وارد یه منشور میخواد بشه و بعد از اونجا خارج بشه، شما چند مرحله رو باید انجام بدید. دقت کنید، الان منشور من یه منشور قائم الزاویه است. زاویه 60 درجه رو داده، پس زاویه رأسش میشه 30 درجه. پرتو عمود تابیده شکست پیدا نمیکنه، مستقیم وارد محیط دوم که غلیظ باشه میشه. اینجا خط عمود میکشم. اگر زاویه 30 باشه، این زاویه برابر با 60 درجه میشه. پس زاویه تابش شما در محیط غلیظ شد 30. حالا شما برای اینکه نور بخواد وارد محیط دوم بشه، باید با زاویه حد مقایسش کنید. پس من میام مینویسم. میگم زاویه تابش 30ه. زاویه حد رو هم خودش داره 42. چون زاویه تابش از زاویه حد کوچیک‌تره، پس نور میتونه وارد محیط دوم بشه. پس ببینید بچه‌ها، الان زاویه تابش رو داریم، میدونیم نور عبور میکنه. چجوری عبور میکنه؟ طوری که از خط عمود دور بشه. حالا شما اگر زاویه تابش رو داشته باشید، ضریب شکست منشور هم داشته باشید، میتونی زاویه شکستش رو هم، یعنی آر رو هم به دست بیاری. ولی ما نمیخوایم، تقریبی میخوایم رسم کنیم. میریم سوال بعدی. در شکل زیر زاویه حد منشور 42 درجه است. مسیر تقریبی پرتوها رو کامل کنید. خب الان این منشور رو ببینید. من اولین کاری که انجام میدم، زاویه رو دارم 48، زاویه رأس رو حساب میکنم 42 درجه. پرتو نور SI عمود تابیده، پس مستقیم وارد محیط دوم میشه، همون محیط غلیظ. اینجا یه خط عمود میکشم. اگر این زاویه 42 باشه، زاویه مقابلش میشه 48. پس زاویه تابش ما هم برابر با 42 میشه. بعد میام با زاویه حد مقایسهش میکنم. زاویه تابش 42، زاویه حدم 42. حالا چون با هم برابر هستن، اصطلاحا میگیم حد رخ میدهد. حد رخ میدهد یعنی چی؟ یعنی مماثل با مرز دو محیط خارج میشه. پس ما الان فهمیدیم که پرتو خروجی ما مماثل با یکی از وجهای منشور عبور کرده. سوال بعدی. صورت سوال همونه، فقط زاویه ها رو داریم تغییر میدیم. پس من میام چیکار میکنم؟ میگم این 45 باشه، زاویه رأس بازم 45. پرتو نور مستقیم وارد میشه چون عمود تابیده. اگر یه خط عمود بکشیم، ما در اینجا یه زاویه 45 داریم. زاویه تابشمون هم میشه 45. با زاویه حد مقایسهش میکنیم. چون زاویه حدمون 42 هست، زاویه تابشمون 45 درجه، پس میگیم بازتاب کلی رخ میده. چرا؟ چون آی بزرگتر از سی شده. وقتی بازتاب کلی رخ میده، عین آینه عمل میکنه. یعنی با زاویه 45 اگه تابیده، با زاویه 45 هم بازتاب میکنه. لذا این زاویه 45، زاویه بغلش هم قطعاً 45 خواهد شد. اگه این 45 باشه، زاویه پایین هم قطعاً میشه 90 درجه. حالا چون 90 شده، مستقیم خارج میشه. جالب شد. این منشور شما تونسته مسیر پرتو رو تا 90 درجه تغییر بده. مسیر مستقیم رو عمود آورده پایین. بازم میتونه انجام بده. دقت کنید. اگر منشور رو به این صورت نور بهش بتابونیم، همون سوال قبلی ها، زاویه حد تغییر نکرده. میام چیکار میکنم؟ میگم زاویه رأس رو که دارم، پرتوی که مستقیم میاد شکست پیدا نمیکنه. یه خط عمود بکشیم، زاویه 45، این هم میشه 45. زاویه تابش اولیه میشه 45. با زاویه حد مقایسهش میکنیم. چون 45 زاویه حدمون 42ه، پس قطعا وقتی بزرگتر باشه، بازتاب کلی رخ میده. برمیگرده این زاویه 45 میشه، این زاویه میشه 45، 90. پس زاویه بعدیمون هم میتونیم به راحتی به دست بیاریم. زاویه تابش بعدیمون شو 45. ساب کنید، باز با چک کنید. زاویه تابش 45، زاویه حد 42، بزرگتره، پس بازم بازتاب کلی رخ میده. حالا وقتی میخواد بازتاب کلی رخ بده، زاویه بعدی میشه 45، زاویه بعدیش هم میشه 45. پس زاویه که اینجا برخورد میکنه 90 درجه و مستقیم خارج میشه. چقدر جالب، مسیر پرتوهای نور رو تونسته تا 180 درجه تغییر بده. یعنی پرتوی که مستقیم میرفته رو دور زد و برگشته. از این منشورها که معروف به منشورهای بازتاب کلی هستن، معمولا در ساخت پریسکوپ، دوربین‌های شکاری، پریسکوپ می‌دونی چیه؟ همون که تو زیر دریای استفاده میشه، و دوربین‌های شکاری استفاده میشه. چون تو زیر دریا اگر از آینه استفاده کنن، به مرور زمان زنگ میزنه، مثلا اکسید میشه و مات میشه، تصویر واضحی نمیده. ولی منشور این ویژگی رو نداره، چون شیشه است، نمیتونه تو آب زنگ بزنه. به همین خاطر از اینا استفاده میکنه. سوال بعدی.
در شکل مقابل اگر ضریب شکست منشور رادیکال دو باشد، پرتو نور از چه وجهی و با چه زاویه خارج می شود؟ یک منشور به ما داده با زاویه رأس 60 قایم و زاویه هم هست، از ما خواسته مسیر پرتو رو کامل کنیم، ضمناً به ما هم گفته که بگید با چه زاویه خارج میشه، از چه وجهی با چه زاویه خارج میشه. نگاه کنید بچه ها، من میام شکل مسئله رو میکشم، ضمناً میدونیم اون زاویه 60، این زاویه 30 هست، اینم 90 درجه است. پرتو اول مستقیم میاد، اگر من خط عمود رو بکشم این زاویه 30 درجه بشه، زاویه تابش ما میشه 60. خب من برای اینکه ببینم پرتو نور میتونه از منشور خارج بشه یا نه، باید زاویه حد رو داشته باشم. صورت سوال چی نگفته؟ پس من میام زاویه حد رو حساب میکنم، میگم سینوس زاویه حد مساوی است با 1 انوم. اگه جاگذاری کنم 1/2 رادیکال 2 گویاش بکنیم میشه رادیکال 2 دوم، به راحتی میتونیم بگیم زاویه حدمون 45. حالا که زاویه حدمون 45 هست، زاویه تابشمون هم 60 درجه هست، اگر اینا رو با هم مقایسه کنیم، اتفاقی که میفته اینه که بازتاب کلی میکنه. وقتی بازتاب کلی کنه دیگه وارد محیط دوم نمیشه و در مرز همینجا برمیگرده میاد پایین. حالا اگر این زاویه 60، این زاویه هم میشه 60 درجه. زاویه بالایی میشه 30 درجه. اینم که 30 بود. 30 و 30 میشه 60. تا 180 میشه 120. اگر من اینجا یه خط عمود بکشم این زاویه 90 باشه، زاویه بغل دستیش که زاویه تابش جدید ما محسوب میشه، میشه 30 درجه. حالا این پرتوهای نور قراره با زاویه تابش 30 درجه از این محیط خارج بشن، شاید هم مماس خارج بشن، شاید هم برگردن. چجوری باید مقایسهش کنم با زاویه حد؟ میگم زاویه تابش هم 30ه، زاویه حدم 45. چون کوچیک‌تره پس حتما وارد محیط دوم میشه. وقتی وارد محیط دوم بشه از خط عمود دور میشه. این اگر زاویه تابش باشه، این زاویه میشه زاویه شکستمون. من میخوام ببینم این زاویه شکست چقدره. خب دیگه کاری نداره، سینوس آی پریم به سینوس آر پریم میشه محیط دوم که حواس، محیط اولم که خودش داده بود رادیکال دو. پس اگر من جاگذاری کنم اعداد رو، حاصل میشه سینوس سی به سینوس آر پریم 1/2 رادیکال 2، یه طرف این وسطه، حاصل چیزی که به دست میاد 45 درجه. پس جواب سوال چی شد؟ از وجه افقی با زاویه 45 درجه خارج شد. سوال بعدی، در شکل مقابل پرتو SI با زاویه 45 درجه به وجه AB منشور میتابد و از وجه AC مماس بر AC خارج میشود. اگر ضریب شکست منشور رادیکال 2 باشد، زاویه رأس منشور چند درجه از 30 60 75 90 ببینید بچه ها، من شکل رو مجدد میکشم، زاویه تابش من 45 درجه است. حالا محیط اول حواس، محیط دوم یه محیطیه با غلظت رادیکال 2، ضریب شکستش رادیکال 2. خودش مسیر پرتوها رو گفته چجوری خارج میشن. وقتی از رقیق وارد غلیظ میشه به خط عمود نزدیک میشه، وقتی میرسه به اینجا مماس خارج میشه. ببین وقتی از محیط غلیظ میخواد وارد هوا و مماس خارج بشه، معناش اینه که این زاویه که شما اینجا مشاهده میکنید زاویه حدتونه، چون زاویه شکست شما 90 درجه شده. پس تو اگر زاویه حد رو داشته باشی، حداقل این زاویه رو داری، این زاویه رو داشته باشی، زاویه بغل دستش هم که از 90 کم کنی به دست میاد، یواش یواش میتونی وارد حل مسئله بشی. پس من میام اولین کاری که انجام میدم اینه، زاویه حد رو حساب میکنم. سینوس سی میشه 1/2 رادیکال 2، حاصل برابر میشه با 45 درجه. پس این زاویه 45، زاویه بالا هم میشه 45 درجه. حالا که من زاویه 45 رو دارم، میتونم تو قسمت اول زاویه تابش رو دارم، ضریب شکست رو هم دارم، سینوس آر رو هم به دست بیارم. میگم سینوس آی به سینوس آر مساوی است با N2/N1، سینوس 45 به سینوس آر مساوی است با رادیکال 2/1. اگر سادهش کنیم عددی که به دست میاد 1/2 که میشه 30 درجه. ببینید بچه ها، من تو قسمت دوم تونستم این زاویه رو به دست بیارم، در قسمت اول موفق شدم که زاویه آر رو به دست بیارم که چند درجه شد؟ 30 درجه. اگر این 30 باشه، اینم که خط عموده، پس زاویه بالا میشه 60 درجه. دیگه تموم شد. یه مثلث اینجا مشاهده میکنید، 60 45 x، جمعش اومد بشه 180. پس x به علاوه 60 به علاوه 45 مساوی با 180. پس x مساوی با 180 منهای 105، جواب آخر میشه 75 درجه. پس زاویه رأس منشور رو هم تونستیم به این روش به دست بیاریم. کاری که من از شما میخوام اینه بچه‌ها، تا اونجایی که میتونید سعی کنید شکل بکشید، بنویسید و از راه هندسی به دست بیارید. خیلی دنبال سریع به جواب رسیدن نباشید. اینها کمک میکنه که درک فیزیکی شما افزایش پیدا کنه.